بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا د افغان پاوز ځینې الوتکې تاجکستان ته ورکوي. روترز په یو راپور کې وایي په وروستیو کې د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی پلاوی تاجکستان ته سفر کړی و او هلته یې له تاجکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. روترز دغه امریکایي جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکلي چې دوی تاجکستان ته د دې الوتکو د یوې برخې او یا ټولو الوتکو پر سپارلو غور کوي. هغه زیاته کړې د الوتکې به هیڅ وخت بیرته افغانستان ته ونه سپاري، بلکې تاجکستان ته به اجازه ورکړي چې ساتنه یې وکړي او ګټه ترې پورته کړي. امریکا داسې مهال دغه پریکړه کوي چې د الوتکې افغان پوځ ته ورکړل شوې وي، خو تېر اګست کې ځینو افغان پیلوټانو له ځان سره تاجکستان ته بولې دي او نوي حکومت یې د بیرته راګرځولو غوښتنه څو ځلې کړې ده. سلامونه، ستړي مه شئ، زه عبدالرب زازی مو د نن خپرونې ته هرکلی وایم. په نن خپرونې کې تاجکستان ته د افغان پوځ د الوتکو ورکړې په اړه بحث لرو. پر همدې موضوع د بحث لپاره دوه قدرمن میلمانه، د افغانستان د واحد ملت یووالي بهیر مشر ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل او پوځي شنونکی سرور نیازی راسره په خپرونه کې دي. په پیل کې تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم، مننه چې زموږ بلنه مو منله. لومړۍ پوښتنه به افغانیار صاحب له تاسو نه مطرح کړو، که امریکا د پخواني پوځ دغه الوتکې تاجکستان ته ورکړي، د نوي حکومت غبرګون به څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما و خدمت جناب نیازی صاحب، پس امید دارم سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان کسی که هستن. امیدوار هستم روزها و شبهای خوش را همراه اعضای فامیلشان سپری بکنم. از حادثه لرزد به خود کاخ نشینان، ما خانه بودشان غم سیلاب نداریم. طبعا تحولات سیاسی که در افغانستان موجود آمده، به اساس تعریف منافع ملی ما شاید کشورهای همسایه ما در او تعریف منافعشان را نبینند، و امروز که تحولات سیاسی کشورهای منطقه و فرامنطقوی به اساس تغییر استراتژیک جنگ در آسیای میانه که همان جنگ شروع جنگ روسیه با اوکراین هست، تحولات سیاسی رونما شده و جهان از طرف یک قطبی شدن به طرف دو قطبی شدن و چند قطبی شدن روان هست. طبعا از این مستثنا نیست افغانستان هم، که همان کشورهای همسایه بعد از رفتن جمهوریت و آمدن امارت اسلامی که یک تعداد از تیارهای جنگی افغانستان از طریق پیلوت‌های افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان برده شد و در میدان‌های هواییشان ماندند، و مبنای فشار سیاسی که امروز بالای حکومت فعلی هست به اساس فشارهای سیاسی سیستماتیک ایالات متحده آمریکا هست، که بالای از فشار میاره و برای ازیا میگن که شما میشه که یار مورد استفاده قرار بدین، یا به نحوی که گفتن ما ایره به کشورهای دوم و سوم میره واگذار میکنین. اما به اساس عرف دیپلماتیک بین المللی و جهانی و به اساس موضوعات داخلی افغانستان، اردوی ملی افغانستان مستحق هست که این تیارهای جنگی و ماشینری نظامی که از افغانستان هم باز هم به کشورهای همسایه برده شده، چی موترهای زرهی ملکی و چی موترهای زره پوش نظامی، او هم باید برگرده به افغانستان، چرا که ملکیت حکومت افغانستان و به اساس امانت افغانستان هست به کشورهای همسایه. اما ای که امریکایی ها میان یک طرفه فشار اعمال میکنن و با تاجیکستانی ها میگن که شما بگین ایره ما استرداد نمیکنین، یا نماینده هایشان میگن که ایره ما به کشور دوم و سوم میدین، ای به اساس خونبهای ملت افغانستان که 20 سال امریکایی ها در افغانستان حضور داشتن، از طریق بمباردمان های کورشان ده ها هزار مردم ما از بین رفت و از طریق استعمال سلاح هایشان ایره بر ما مفت نداده بودن که او ملکیت امریکایی ها باشه و او بگن ما ایره نمیدین. اگر بر بگردن در طول 20 سال امریکایی ها معادن افغانستان را، چه معادنی که در سطح زمین بود اوی که در اعماق زمین بود، او را همراه خود انتقال دادن، کسی از او بودی پرسان بکنه؟ اما این مشخصاً ما دیدیم که پیلوت های افغان زمانی که اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان رو به اضمحلال رفت، او پرواز کردن به اساس مو خوف راسی که داشتن اوجا بردن، او امانت از نزد او مکلف هستن ایره برگردانن اگر حسن همجواری و همسایگی را میخواین، اگر نه به اساس تعریف منافعشان که میخواین نزدیکتر با امریکایی ها باشن. هم امریکایی هایی که 21 سال قبل هم به افغانستان لشکرکشی کردن به خاطر مبارزه با تروریسم، اما تروریسم به کجا بود؟ به کشور همسایه افغانستان بود. و کسی که تروریسم مدیریت میکرد کی بود؟ به کجا از بین رفت؟ در حریم پاکستان از بین رفت. اما تاوان شما ملت افغانستان دادیم، منافعش کشورهای همسایه برد. و امروز تاجیکستان هم اگر میگه که ایران ما میخواهیم به اساس برنامه سیاسی با آمریکایی ها ایران ما مدیریت بکنین، آیا او کوشش نمیکنن که در افغانستان یک میدان جنگ را مدیریت بکنن و میدان جنگ در افغانستان باز یک حکومت کابل باشه و یک گروه علیه حکومت کابل باشه؟ افغانستان سپتا سر شهرام توکل چې امریکا دلته مثلا پر شول کالونه کې چې کوم اهداف درلودل، چې یو خوشارته سره وکړل چې د تروریسم لمنځ وړلو، خو خوشبختانه په افغانستان کې تروریسم نه، تروریسم په د افغانستان په گاونډي هیوادونو
کې وو هغه خیم دروغ ثابت شو. بل دوی ویل چې بل هدف دا و چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه باید جدي مبارزه وشي، باید افغانستان باید مخدره توکي مثلا دې ځنه نورو هیوادونو ته لاړ نه شي او ګواښ ورته نه وي. یوازې چې مثلا دا کم شي هغه ورسره زیات شول، کوم اهدافو دپاره چې امریکا دلته راغلی وه هغه یو هم ترسره نه کړل. مثلا چې چې ویل په عمل کې هغسې نه ول. مثلا دلته افغانستان کې په زرګونو بېګناه خلک یې ووژل او مسال ویجاړې مینځ ته راغلل او تقریبا شل کاله د دنیا نه پاس پات شو، ځکه دلته جګړه وه. نو اوس امریکا دې کارو سره اهداف یې چی دي؟ څه ناوه فشار دی؟ تاسو ورته اشاره مو کړه چې مثلا د خپل فشارونه په نوي حکومت باندې کوي، دوی نوي څه اهداف لري دلته په افغانستان کې؟ در سیاست یک مقوله است میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. تمام کشورهای دنیا به اساس تعریف منافع سیاسیشان روابط دیپلماتیک سیاسی منطقوی خود تنظیم میکنند. وقتی که امریکایی ها در جنگ افغانستان دخیل شدند، چهار رئیس جمهور امریکا از بوش پدر و پسر گرفته تا اوباما و بعدش هم ترامپ و حالا جو بایدن در مو سیاست و پالیسی بودند که از قبل بر افغانستان چیده شده بودند. وقتی که در افغانستان آمدند 2.3 تریلیون دلار مصرف کردند، آیا مبنای بر ما حکومت سازی و حکومت داری بود؟ چنین نبود. اگر چنین می بود در زمانی که در نشست بن صورت گرفت در سال 2001 بعد از 3 ماه اشغال افغانستان، آمریکایی ها نشست بن را تمثیلی و تحمیلی ایجاد کردند، آیا این ضرورت نبود که در همون زمان که حکومت قبلی طالبان بود که امارت اسلامی فعلی هست و به ده ها هزار نیروهای جنگیشان در افغانستان بود، به عنوان یک بخشی از سیاست افغانستان در حکومت داری می بود؟ اگر همون زمان او شیطنت نمی کردن و این طرح مدیریتش اشتباه نمی ماندن، ما به این حالت نبودیم که باز امریکایی ها بالای ما فشارهای سیاسی اقتصادی را او تحمیل می کرد. او به اساس پالیسیشان استکبار همیشه هدفش تطبیق پروژه های استخباراتی نظامیش در کشورهای جهان سوم هست. افغانستان قلب تپنده آسیای میانه هست. از طریق افغانستان میشه کشورهای منطقه را تحت مدیریت و کنترل قرار داد، خاصتا بعد در این شرایطی که روس ها هستند. در گذشته زمانی که روس ها در افغانستان آمد، 43 سال قبل، آیا زمانی که پدران ما در جنگ بود علیه روسیه، باز هم به کمک های امریکایی ها و استخباراتی و تسلیحاتی بر افغانستان از طریق کشورهای همسایه نمی رسید؟ امروز هم که باز امریکایی ها نیست، روس ها میخواهند او جایگاه را پر بکنند به عنوان از اینکه ما در آسیای میانه هستیم و ما با شما نزدیکتر هستیم. ما گذشته خود را فراموش میکنین، اما نی امریکایی گذشته یادش میره و نی هم روس یادش میره که در افغانستان به ده ها هزار افرادشان اینجا کشته شده، اما به اساس منافعشان کوشش میکنند که موضوعات گذشته را گوشه بگذارند در ظاهر، اما در باطن خود برای ما دلسوز نشان بدن. اگر ما تحلیل داشته باشیم در 11 ماهی که آمدن امارات اسلامی در افغانستان، کشورهای همسایه ما، حتی کشورهایی که در جغرافیای بسیار با ما برادری و دوستی میگن 43 سال ما میزبان مهاجرین افغان هستین، مرگ به امریکا، شیطان بزرگ امریکا، همو شیطان بزرگ همو امریکا در جغرافیای بنام افغانستان شکست خورد، اما حتی او هم حاضر نیستن که ما رو به رسمیت بشناسن. برمیگردین کشور دیگه همسایه ما پاکستان هست، او هم میگه ما برادر هستیم، ما دوست هستیم. 43 سال میشه که نخواسته در افغانستان یک حاکمیت باشه، کو حاکمیت از اسلام قلعه تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز را او هم مدیریت بکنن. ببخشید و امروز ماشین پیژندن مسئله در اشاره وکړه، د سیمه هودون ته اشاره وکړه چې د افغانستان سره مثلا د همکاري چغیم وایي چې د ماجرین ته مزایم ورکړي دي همیش، او بیا کله چې مثلا دلته یو نظام راغی دوی اوس په رسمیت نه پیژني، ځکه دوی اوس د اسلامي امارت د افغانستان څلور د شورایتونو دوی په حاکمیت کې دي او د یو رهبر چتر لاندې مثلا رهبری کیږي. ای دوی دغه رسمیت پیژندل چې مثلا دغه سیمه هیوادونه چې د افغانستان سره د دوستۍ لاس هم همیش مخې کوي، دوی کوم بل اداب لري چې افغانستان په رسمیت نه پیژني که د امریکا له ویرې په رسمیت نه پیژني؟ دو موضوع هست. یکی موضوع منابع سرشار طبیعی افغانستان هست، معادن افغانستان هست، و از طرف دیگه هم او امتیازهایی را که از امریکایی ها میگیرن غیر مستقیم، این بطره بحث است. وقتی که در طول 43 سال در افغانستان آبهای سرشار ما به پاکستان میرفت و میره، هنوز هم به طول 2200 کیلومتر، و پاکستانی ها بیش از 120 میلیارد دلار قرضدار از آبهای سرشار ما استفاده کردن، ایرانی ها آبهای دهرمند و هریرود میره به ایران، از ایران میره به ترکمنستان، ترکمنستانی ها و ایرانی ها برق تولید میکنن، برق میدن به هرات حوزه جنوب غرب. اگر ما پیسه برق ندیم، باز برق سر ما قطع میکنه. خب طبعا اگر چنین شود در افغانستان، حکومتی که موجود هست امروز در افغانستان جنگ نیست، از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب، مردم راحت رفته میتونن و یک عسكر میتونه با پرتله و کلاشینکوف مقابل سپاه ایران استاد شود، با یک پرتله و کلاشینکوف با مقابل از اساکر پنجابی حکومت پاکستان استاد شوه، او میفهمند که اگر این حاکمیت استقرار خود گرفت، باز در مقابل ما استاد شد، ما میگین بین که شما حکومت هم شمول داشته باشید. آیا محور حکومتداری در کشورهای همسایه ما هم شمول هست؟ آیا در حکومت پاکستان جایگاه بر پشتونها هست، بر آزاد پختونخواها هست، بر بلوچهایش هست، بر دیگه مردم هست؟ نیست.
اما در ایران آیا جایگاهی بر 26 میلیون سنی ها اوجه هست؟ حتی سنی ها در ایران نماز عید خود را اوها خوانده علنی نمیتونند، وزیر شده نمیتونند، سفیر شده نمیتونند. کرد ها جایگاهش کجاست؟ بلوچ های ایران جایگاهش کجاست؟ بقایای حکومت شاهی کجاست؟ تاجیکستان که 20 چند سال میشه یک رئیس جمهور داره، آیا او همه شمول هست؟ امروز همه شمول بر مبنای مهرهایی که در کشورها زندگی میکنند در این کلان چی هست؟ شمول چی وحیر دیره؟ او همه شمول او میگن که مهرهای را کیا تربیه کردند، همون مهرهای را کیا مدیریت کردند و امروز هم کاخ ها و قصه ها را به خدمتشان قرار دادن و باز میگن که افغانستان شما برگردین. ما امید یک تشریح بدیم چون شاهد بحث ما شما ملت افغانستان هست. اگر از حریم افغانستان یک فر راکت شود بر تاجیکستان و ترکمنستان و بر ایران میگن ما تروریسم بر ما حمله کرد. اما شما که میزبان ده ها هزار نفر میخواین شوین، بالای ما دوباره پس یک دو میدان جنگ جور بکنین، در اون دو میدان جنگ باز افغان ها باشه، نام شما چیست؟ شما حامی حقوق بشر هستین؟ شما حامی حسن همجواری همسایگی هستین؟ باید ما به اساس تعریف واحد از منافع ملی ما، خاصتا حکومت که امارت اسلامی هست، یک برنامه داشته باشه. من نبیرت هست در گرد آقان ارتب نیازه سب در کمی الوته که چی در امریکا کم جنرال چی تاجکستان ترار در اپلاوی پا مشره بانده یلت تاجکستانی چارواکو سر پا دی مسئله غا گیدیلی دی چی پا دی غور که وی زین الوته که یا طول الوته که تاجکستان پا اختیار که ورکدی در الوته که یعنی تیر حکمت در نریوال و اصول و مطابق بانده در افغانستان حکمت ورکر شوی او در افغانستان ملی سرمایه ده امریکا پا کم حق است در افغانستان تیاره تاجکستان تا ورکبی؟ تاسو ته د بس قدرمن میلمه لیدونکو او لیدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام. وګورئ دغه تاریخ د افغانستان د بیت المال پورې اړوند دي. هر هغه نظامي بیا غیر نظامي تجهیزات یا شتمني چې یو هیواد کې موجود وي هغه د بیت المال پورې اړه لري. حکومتونه دی راځي دا تاریخ نه د غنیمې نه د طالبانو دی او نه مخکنۍ د کوم شخصي یا تنه د حکومت یا د یو څو کسو پورې اړوند نه وي. دا د افغانستان په ملت باندې حساب شوي دي که دا دوی ته خیرات ورکړل شوي دي او که په پیسو اخیستل شوي دي، خو دا په یو ډول سره د افغانستان په ملت باندې حساب شوي دي. نو زه فکر کوم چې اول خو امریکا دغه سیو زمینه باید نوې مسایده کړې چې دغه تاری یا د افغانستان بیت المال غلا شوی وای یا بهرنیو هیوادونو ته تړل شوی وای. که چېرته دوی وایي چې طالبان تورنستان وو او دا خو دلته 40 میلیونه نفوذ و دوی باید دا ټول د افغانستان ملت او د افغانستان نفوذ به رضانه سره وړی وای ځکه چې طالبان راغله او دی ژوندي خوري او دا نظامونه خو بدیږي رابدیږي. دا خو د یو هیواد هغه خپل کورني مسایل دي چې څنګه د یو چېرته یو نظام استبدادي وي خو خلک د هغې په وړاندې باندې لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې ده سیاسی مبارزې کوي، تظاهرات کوي، خپل د حق غوښتنه کوي، یعنې په مسلمت آمیز ډول هغه خپل نظام یا حکومت کې اصلاحات راولي. هلته سیاسي ګوندونه دي، هلته نور مدني بنسټونه دي چې هغوی باید مبارزه وکړي. او جنګ او جګړه د حل لاره نه ده. تاسو ولیدل، دا زه نه وایم چې ټوله نړۍ دا وایي چې جنګ او جګړه د حل لاره نه ده، او په هېڅ ځای کې جګړې نتیجې نه دي ورکړي. د جګړې پایلې ورانی او دربدري ده. تاسو همدا اوس اوکراین وګورئ یا نور عراق، سوریه، افغانستان او هغه هېوادونو کې چې بهرنیان تللي دي، هلته خپل نظامي ځواکونه استعمال کړي دي او خپل نظامي زور نه استفاده کړې ده. تاسو وګورئ هغه هېوادونه ټول خراب شوي دي. او بل خبره ده چې امریکا دلته 40 کاله هر څه په لاس کې وو، یعنی هغه نظامونه کاملا د امریکا په لاس کې وو. یو عادي مامور حتی چا د بهرنیانو یا هغه مشاورین چې وو د هغې د نظر نه پرته چا کورولی نه شو. تاسو ولیدل که کله به یو والي یو ځای نه تبدیلېده، حتی خارجانو به مداخله کوله، حتی ته یو امر د حوزې پورې دی مداخله کوله. دی په 40 کلو کې ونه شو کولی چې په افغانستان کې هغه اهداف په خاطر چې دی راغلی وو، چې دی ځان ته شعار ټاکلی وو، هغه یې سرته ورسوي. همدا اوس امریکا یا بار بار وایي چې موږ د داعش نه په افغانستان کې تشویش لرو.
او د افغانستان حکومت نه دی بار بار وړي تاسو باید داعش سره مبارزه وکړئ. دغه مبارزه خو په تش لاس نه کیږي. د امریکا واقعا غواړي چې دغه اوسنی حکومت دلته د داعش سره مبارزه وکړي او داعش ډله دلته بیا قوي نه شي او راژوندی نه شي او نړۍ ته یو او سیمې هیوادونو ته ګواښ نه شي. نه تنه چې دغه تیاری باید بیرته افغانستان ته ورکړل شي، حتی په نظامي او ملکي برخو کې امریکایان باید د اوسني حکومت سره حکومت وکړي. دغه مبارزه د تروریزم یا د داعش په وړاندې دا خو په خالي لاس نه کیږي. دا په دې معنی ده چې تاسو اشاره وکړله چې هلته امریکا وایي چې نیازی صاحب هم مرستې وکړي، هم د افغانستان حکومت ده ملاتړ وکړي، او هم د افغانانو پیسې چې دوی کنګل کړي هغه هم باید پرېږدي، یعنې آزادې کړي. نو دغه مبارزه په تش لاس نه شي کېدلی. دا چې د افغانستان اوسنی حکومت نړۍ ته یا افغانانو ته د منلو وړ دی یا نه دی، دا بېله مسله ده. ولې دغه تیاری چې نن په تاجکستان او ازبکستان کې تکتول شوي دي او هلته ولاړ دي، دا د افغانستان د بیت المال پورې اړوند دي. دلته که هر حکومت راځي، متاسفانه یوازې په افغانستان کې کله چې نظامونه بدلېږي، دا دویم ځل دی چې زمونږ مکمل اردو له منځه ځي، زمونږ نظامي تجهیزات پلورل کېږي یا بهرنیو هیوادونو ته تښتول کېږي. دا د افغانانو سره یو ستره جفا ده، او د دې زمینه هم خپله بهرنیانو مساعد کړې ده. ما تاسو مخکې هر ټوکو د دې د آخرین لحظې پورې په میدان هوایي کې شتون درلود. دوی باید اجازه نه وای ورکړې چې د افغانستان بیت المال وتښتول شي. نیازی صاحب، تاسو دلته اشاره وکړله چې هلته نیازی صاحب نظام هر څه مادی او معنوي شتمني یو حکومت نه ځان سره ویسي. نیازی صاحب حکومت چې په فساد کې غرق و، او هغه حکومت چې تر آخره پورې دی ونشو کولی چې د افغانستان دپاره یو مثبت کار وکړي، یو بدلون راولي. شل کاله بې هدفه جګړه وه، په میلیونونو افغانان ووژل شول. امریکا نه تنها چې دغه تیاری بېرته ورکړي او نورې مرستې وکړي، دوی باید هلته د افغانانو جنګي غرامت ورکړي. د شل کاله په څه نوم دلته جګړه وکړله؟ که دوی طالبان ترورستان وو، ولې بیا تاسو ورسره په دوحه کې تړونونه امضا کړو؟ بیا چې مو تړون ورسره امضا کړو، دا شل کاله افغانان تاسو په کوم نوم ووژل؟ دا دومره د خلکو کورونه وران شول، خلک شهیدان شول، معلول شول، معیوب شول، بهرنیو هیوادونو ته وتښتېدل. د دې ځواب څوک وایي؟ خو امریکا یو زبر ځواک دی، او هغه خپل د زور نه استفاده کوي، او هیڅوک هم نشته چې د امریکا وپوښتي چې ته چې د حقوق بشر نارې وهي، تا چې په دې افغانستان کې دومره خلک ووژل، تاسو ولیدل چې د دې د غلطو سیاستونو په لړ کې زمونږ امنیتي ځواکونو طالب په ټنډه وویشته، او طالب زمونږ امنیتي ځواکونه په ټنډه وویشتل. دا د څه لپاره وو؟ خو دوی دغه زمینه مساعده کړې وه، دوی دغه شعارونه ورکول. دوی وو چې هم د افغانستان حکومت نه ملاتړ کوه، او هم د افغانستان مخالفینو نه ډېری هیوادونو مخالفت کوه، او افغانان په جنگ او جګړو سره اخته کړي وو، چې پایله تاسو ولیدله. نن ورځ سره دی چې په میلیاردونو ډالره په افغانستان کې مصرف شو، افغانان بیا هم وږي دي، بې وزله دي، بېکاره دي، بې روزګاره دي، خلک اولادونه خرڅوي. دا د دوی د شل کالو نتیجه څه شی شوله؟ د دې پایله څه وه؟ څوک باید د دې ځواب ووایي؟ نیازی صاحب، نیازی صاحب مراجعه وکړي، او نیازی صاحب تاسو داعش ته اشاره وکړه. هلته امریکا د داعش نه ویره لري چې یو ستر ګواښ دی نړۍ ته، او خپل امریکا ته، او بیا او طالبان ته وایم چې باید داعش په ځپلو کې مثلا دوی باید غږ پورته کړي، او داعش باید په افغانستان کې باید سر پورته نه کړي، باید وځپل شي. او دلته بیا دوی دغسې کار کوي چې هغه یعنې چې اوس اسلامي مرد زیاتره مثلا هوایي ځواک ته ضرورت لري، باید دوی هغه الوتکې تاجکستان ته ورکوي. دغه الوتکې دوی په کوم دلیل بیا تاجکستان ته ورکوي؟ هلته داعش نه ویره لري، هلته بیا د افغانستان هغه هوایي پاوز چې مثلا په الوتکو باندې پیاوړی کېږي، هغه الوتکې راغلي بیا بل هېواد ته سپاري. دقیقا، نه یوازې چې امریکا اوس، بلکې هغه تېر حکومت هم دوی
تر اخره پورې داسې سیستمن تر راوړی وو. مونږ بار بار په دا مګیاو کې ستاسو د تلویزیونونو لارې او نورو تلویزیونونو لارې دا ملت په ډاګه کړی وای چې امریکا داسې سیستم افغانستان کې داسې بنسټي کې دی چې کله دوی هغه ساکت وو بس هر څه دلته فلر چې چا داسې عام وشو تاسو ولیدل دوی لا په میدان وای د کابل کې حضور درلود چې ټول افغانستان سقوط شو. نو اوس هم امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت راشي. مخکې هم نه غوښته دا اوله سره نه کله دغه اردوی زمونږ اویا زره بیا دومره یو هغه وسلې چې ورکولې داسې یو انډول دی ساتل چې دلته باید دغه یوه ډله بله ډله له منځه وړلی ونشي. که څومره به د افغانستان حکومت ته پاک کېدو په هماغه اندازه به د دې مخالفین هم خود قوي کېدل. دا چا کول مثلا د افغانستان د هغه وخت د حکومت مخالفین د غنننی طالبان دي دوی چا تمویل کول چا ورسره کومکونه کول چا ورسره مرسته کول پاتمان یو څوک وو. نو زه هیله مند یم چې نه تر هغه چې امریکا دغه طیارې بیرته افغانستان ته راوګرځي بلکې دوی باید د هغه تاوانونه چې افغانستان ته په ملیونونو انسانان ووژل شول شهیدان شول مهاجرتونو ته مجبور شول او نن خلک د لوږې بیکارۍ او راز راز ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او دوی وایي چې موږ دومره پیسې په افغانستان کې مصرف کړې که دوی مصرف کړې 1% کمې په افغانستان کې مصرف کړه زیاته فیصدي د دې کومکونو بیرته د هغه امریکایان چې دلته قراردادونه یې ورکول یعنې هر څه یې په لاس کې وو بیرته د هغې د خوانه د هغې جیب وته لاړی او بیرته امریکا ته لاړلی. ډېره مننه کور موادان کور موادان نیازی صاحب نن به افغانستان بر درلودې نن به یې فابریکې درلودلې نن به کور موادان افغانستان کې خلکو په فابریکو کې کار کوو د کار زمینه به مساعده وه همداسې په هېڅ برخه کې دوی ډیره مننه نیازی صاحب. افغان صاحب که تاسو ووایئ لکه څنګه چې همدغه بعضې نظامي تجهیزات و ایران ته هم افغانان انتقال کړي وو په هغه تحول کې خو ایران بیرته بیا افغانستان ته هغه نظامي تجهیزات بیرته وسپارل د نوي حکومت ته اوس دلته تاجکستان ته څه پکار دی؟ تاجکستان د افغانستان یو دوست هیواد ګاونډي یعنې د ډېر پخوانه سره مثلا د افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې دي اوس دلته تاجکستان ته څه پکار دی چې په دغه الوتکو باندې باید څه وکړي؟ افغانستان حکومت ته باید وسپاري ځکه دغه د افغانستان امانت و که امریکا ته غوږ نیست. خب طبعا که باید چنین بکنند. اگر هدف قصد همجواری با ملت افغانستان هست باید یادشان باش از زمانی که در تاجیکستان هم جنگ بود میزبان مهاجرین تاجیکستانی ها در افغانستان افغان ها بودند که با عزت و احترام وارا نگاه کردند تا زمانی که در کشورشان صلح آمد و رفتند. و متاسفانه که ما میبینیم امروز با تاجیکستانی ها در قبال افغانستان حسن نیت ندارند و امروز هم میزبان یک تعداد از رهبرای هست که در افغانستان ادعای رهبری میلیونی میکردند حالا رهبر خانه شده و در خانه هم کس صداش گوش نمیکنند. به واقعیت اگر او میخواهی حسن همجواری و برادری را با افغانها داشته باشه و از جغرافی های افغانستان و تاجیکستان با هم برادروار با هم زندگی بکنند او باید اول همو کسهایی را که میزبانی میکنند به اساس از این که بیردن شما در افغانستان وطنتان را بسازن همون شکل که ماها تاجیکستانی ها ساختیم یک اتحاد انسجام را وجود بیارین. ای که امروز این موضوعات تیاره های جنگی افغانستان که اوجه رفته هلیکوپترها و تیاره های دیگه و موترهای زرهی و موترهای نظامی افغانستان و به هزارها میل شاید سلاح مهمات رفته باشه او را باید برگردان به افغانستان. اگر ما بر بگردیم ببینیم پیرامون صحبت ها و برنامه هایشان مغرضانه هست. وقتی که او بر افغانستان صدا میکنند که حکومت همشمول آیا در جغرافی های کشور خودشان رئیس جمهورشان بر مبنای همشمول بودن او میفهمه این موضوع را؟ اگر جغرافی های تاجیکستان را مد نظر بگیریم تمام جغرافی هایش و نفوذش به اندازه کابولی که ما و شما در این نشسته هستیم اندازش نیست. اما مکر و برنامه فکریشان به اساس دیکته کشورهایی هست که او را مدیریت میکنند. امروز اگر ایرانی ها هم این موضوع را مد نظر گرفته و یک تعداد از وسایط نظامی را او برگشتاندن امیدوار بی هستیم که تا آخرین وسایط نظامی دوباره پس به افغانستان برگرده. هرات محیط ماست، ما از اسلام قلعه هستیم. هر موتر زرهی و هر سلاحی که از مرز تیر شده باشه او را مطمئن باشین به شمول ما و هزارها افغان میفهمند که از مرز اسلام قلعه کدام تجهیزات به ایران رفت، از مرز نیمروز چه خرف، از مرز میلک چه خرف. ایرانی ها اگه این فکر باشن که او را برنگردانند خب باز هم نابرابری هاست.
شیطنت و مکرشون مشخص هست. خوب یادم میاد که در 20 سال گذشته زمانی که حزب وحدت با همکاری ایرانی ها آمد، یک شب و یک روز ایرانی ها داخل اسلام قلعه بودند. جنرال هایشان و عساکرشان و شاهد بحث ملت هرات و خاصتا مردم اسلام قلعه از کجا حضور داشتند. اوها مواد خوراکی را متربس سوی چپ میکردند، مرمی های راکت را و پیکار را به متربس سوی چپ میکردند. بعد از اینکه امو عساکر طالبان وقت که بود 20 یا 30 نفرشان که آمد، ایرانی ها از اسلام قلعه او رفتن تا تایبات که 25 کیلومتر داخل خاک ایران است. زمانی که 21 سال قبل امارت فعلی که طالبان او وقت بود هیچ چیز نداشت، با پای پیاده ایرانی ها را تانست که 25 کیلومتر داخل خاکش ببره. اما به اساس گفته های آمریکایی ها که بیش از 20 میلیارد دلار تجهیزات نظامی مانده، ایرانی ها فکر نمی کنند که ما میتونیم از خاک خود دفاع بکنیم. طبعا او این موضوع را مد نظر گرفته تا تعامل سیاسی خود را با حکومت فعلی افغانستان میخواهند داشته باشند و از طرف منافع ملی دو کشور به هم گره خورده. 4-5 میلیون ما مهاجر در ایران دارن یا 5 میلیون در پاکستان دارن. اگر او منافعشان را متوجه باشند، ایران هم متوجه می باشند. دیر من نکورم ودان افغانستان نیاز است بلتاسنم، من نه دلیدون کلتاسنم، من نه تربیه خیلی چاره.